سومین کارگاه آموزشی برای آماده سازی طرح مدیریت محوطه درب زبیده به عنوان میراث جهانی مشترک و فراملی آغاز شد. درب زبیده که منصوب به زبیده بنت جعفر همسر خلیفه عباسی هارون الرشید است، راهی است که از کوفه آغاز می شود و در مکه به پایان می رسد. این جاده یکی از مهمترین راه های زیارتی و تجاری در دوران اسلامی به شمار می رود. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. درب یا مسیر زبیده در مرزهای شمالی عربستان واقع شده که از آثار باستانی و راه و شریان حج و تجارت از زمان ظهور اسلام به شمار می رود. قدمت این مسیر به دوره قبل از اسلام برمی گردد. دوره شکوفایی آن اما در دوره اول خلافت عباسی است که در آن استراحتگاه ها و کانال های آب برای تأمین آب زائران ایجاد شد. این مسیر که از کوفه در عراق آغاز و تا عربستان کشیده شده است، به گفته کارشناسان در ساخت این مسیر از روش‌های بسیار علمی و مهندسی بی‌نظیری استفاده شده است. این جاده در عصر عباسیان به عنوان حلقه ارتباطی مهم بین بغداد و سایر نقاط شبه جزیره عربستان تبدیل شد و خلفای عباسی از این جاده بسیار مراقبت می کردند و فواید و امکانات متعددی از جمله ساختن حوضچه های آب و حفاری برای آن فراهم کردند. همچنین برای تعویض جاده تلاش کردند تا زائران، مسافران و حیوانات از آن استفاده کنند. منابع تاریخی و جغرافیایی و آثار باقی مانده حاکی از آن است که مسیر این جاده به گونه ای عملی و مجزا مهندسی شده است که در کنار ایستگاه ها، خانه ها و استراحتگاه ها ساخته شده و کف آن در مناطق شنی و گلالود با سنگ فرش شده است. علاوه بر آنکه از مزایا و امکانات لازم از قبیل چاه و حوض و سد برخوردار بوده، بروی آن تابلوها و چراغها و مشعلها و اجاقهایی نصب شده است که مسیر را نشان می دهد تا مسافران را راهنمایی کند. این اثر باستانی در حال ثبت شدن در یونسکو بوده و سازمان گردشگری و آثار ملی عربستان با همراهی سازمان میراث فرهنگی عراق به دنبال ترمیم و بازسازی کلیه آثار باستانی موجود در امتداد این مسیر هستند. در همین راستا سومین کارگاه آموزشی برای آماده سازی طرح مدیریت محوطه درب زبیده به عنوان میراث جهانی مشترک و فراملی آغاز شد. این کارگاه با حضور شیخ خلیفه بن احمد بن عبدالله آل خلیفه، رئیس هیئت مدیره مرکز منطقه‌ای عربی برای میراث جهانی و مشارکت 30 کارشناس از عراق و عربستان سعودی تا 9 نوامبر ادامه خواهد داشت. درب زبیده اولین میراث فراملی در جهان عرب است که برای ثبت در فهرست میراث جهانی نامزد شده و در حال حاضر در فهرست اولیه عراق و عربستان سعودی قرار دارد. شیخ خلیفه بن احمد بن عبدالله آل خلیفه گفت که این کارگاه در راستای تلاش‌های مستمر منطقه‌ای برای معرفی هرچه بهتر آثار فرهنگی و میراث‌های تاریخی کشورهای عربی در فهرست میراث جهانی یونسکو راه‌اندازی شده است. وی همچنین تأکید کرد که درب زبیده اولین میراث فراملیتی عربی است که برای این فهرست نامزد شده است و فرصتی برای ترویج میراث فرهنگی باستانی منطقه و همچنین کمک به پیشبرد تلاش‌های توسعه پایدار برای جوامع محلی در مقیاس بزرگ خواهد بود.
این کارگاه به بسیاری از جنبه‌های مدیریت آثار و میراث‌های جهانی مطابق با استانداردهای بین‌المللی به منظور حفظ اصالت و پایداری میراث‌ها و ارزش جهانی و استثنایی آنها می‌پردازد. این کارگاه همچنین بخشی از برنامه ظرفیت سازی است که تا دسامبر 2023 برای تهیه طرح مدیریتی محوطه درب زبیده ادامه دارد و با اهتمام سازمان گردشگری و آثار ملی عربستان و حمایت و همکاری اداری کل آثار باستانی و میراث عراق برگزار می شود. لازم به ذکر است که میراث‌های فراملی و بین کشوری شامل دارایی مشترک فرهنگی میان چند کشور است. در نگاه جهانی ارزش‌های استثنایی را منعکس می‌کند و در قلمروی کشورهای عضو مربوطه قرار داشته و لزوماً دارای مرزهای پیوسته نیستند. با توجه به ماهیت خاص این آثار که ناشی از مالکیت چند کشور عضو در حفاظت و مدیریت مستقیم آنها می باشد، دستورالعمل کنوانسیون میراث جهانی 1972 توصیه نموده که برای ثبت این گونه پرونده ها در میراث جهانی درخواست ها به صورت مشترک ارسال شوند. هورا عبدالمجید، اخبار شیعه. دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه از کراچی پاکستان با ما همراه هستند. جناب دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر. زنده باشید. درب زبیده از لحاظ تاریخی چه اهمیت ویژه‌ای دارد؟ بفرمایید. عرض کنم خدمت، ببینید درب زبیده یک مسیر باستانی هست که حتی قبل از اسلام هم مورد استفاده قرار می گرفته به صورت حالا برای سفرهای مختلف، سفر تجاری و حالا و خب تا زمان اموی که خب مسیر اصلی مسیری که بود که از کنار از دمشق می اومد و با ظهور عباسیان مخصوصا حالا این خیلی نکته مهمی هست در مورد درب زبیده که زبیده همسر هارون و دختر منصور خلیفه عباسی وقتی برای اولین بار و حالا در یه زمانی برای حج میره میرند و مشکلات زیادی تو سفر براشون پیش میاد که باعث میشه ایشون یک هزینه زیادی رو انجام بدن برای بازسازی و توسعه این مسیر که بخاطر همین این مسیر به درب زبیده معروف شده و خب در زمان خلافت عباسی از بغداد تا مکه این مسیر به عنوان مسیر پادشاهی، مسیر سلطنتی حج بود که هزینه های زیادی برای نگهداری و توسعه این مسیر می شد. آثار زیادی تو این مسیر هست که حالا خیلی به موزه ها منتقل شده مثل کتیبه هایی که بود، سنگ میل هایی که بود که مسافت ها و اطلاعاتی توش نوشته شده بود، تو موزه های مختلف ترکیه، فکر عربستان و جاهای مختلف هست و خب خیلی از آثار هست که اونجا هست، آثار مثلا کاروان سراها، صدها، یه چند تا صد اون تو مسیر هست و منابع مخازن آبی که ساخته شده و خیلی آثار زیاد، خود جاده سنگفرش بعضی جا هنوز هست و خب به هر حال از لحاظ فرهنگی و تاریخی خیلی مهم هست که چندین صد سال این جاده مورد استفاده قرار می گرفته، مخصوصا حالا بعد از خلافت عباسی خب یه مقدار توجه بهش کمتر شد ولی در زمان عباسی توجه زیادی بهش شد و چون خلافت عباسی هم دارای ادوار مختلف هست توی این مسیر وقتی از لحاظ تاریخی یا فرهنگی بررسی بشه یک لایه‌های مختلف تاریخی و آثار باستانی تو این مسیر هست که خیلی راهگشا هست در مطالعات تاریخی مخصوصا. بله، فراملیتی بودن این اثر و میراث تاریخی شامل چه کشورهایی می شود و احیای آن چه فوایدی برای این کشورها در پی داره؟ خب این تقریبا یک پنجم مسیر، یک پنجم یا یک چهارم مسیر توی عراق واقع هست که از بغداد شروع میشه و تا حالا مرز عربستان پیش میره و بقیه مسیر داخل کشور عربستان هست که تا مکه و یک شاخه به مدینه راه پیدا میکنه.
البته من پرونده ای که برای سازمان برای یونسکو ارسال شده رو که مطالعه کردم، تو اون فقط منحصر به این مسیر نیست، این درخواستی که داده شده، این کاری که شده ابتدای کار هست و بعدا قرار مسیرهای دیگری که مربوط به حج هست، مثل مسیر فلسطین، کسانی که از مصر، از فلسطین، از عرض کنم از شام برای حج می اومدن یا از یمن می اومدن، اون مسیرها هم یواش یواش قرار احیا بشه و برای این پروژه همه تمام مسیرهای باستانی حج رو میخوان وارد این پروژه بکنن. خب الان پرونده ای که ارائه شده با همکاری عربستان و عراق هست و بعدا احتمالا کشورهای دیگه هم بهش اضافه بشن، همونطوری که این مسیرها اجازه بده. و خب وقتی این کار انجام بشه از لحاظ فرهنگی، خب مبادلات فرهنگی که بین کشورها میشه توی عادی سازی و بهتر شدن روابط سیاسی خیلی مهم هست، از لحاظ توریستی خیلی برای کشورها آوردهای مالی و فرهنگی داره و توریست ها میان و خود گسترش فرهنگ و شناساندن فرهنگ اسلامی خیلی مهم هست این بله کار. آقای دکتر، آیا همکاری های منطقه‌ای و بین کشوری برای معرفی این میراث فرهنگی به مردمان کشورهای منطقه و دنیا تا کنون موثر بوده یا نبوده، و برام بفرمایید که چه اقدامات بیشتری لازم است که انجام بدیم؟ خب به هر حال این پروژه الان در ابتدای کار است. مسلماً وقتی فکر کنم پارسال ارائه شده به یونسکو پرونده این پروژه، خب چندین سال پشت سرش کار هست، کارهای تحقیقی پژوهشی که این پرونده آماده بشه. خود همین یک روند طولانی داره، ثبت آثار تاریخی به عنوان آثار جهانی، و خب یه سری کارهایی به عنوان یعنی به صورت تحقیقاتی باید انجام بشه، بعد خود اون آثار تاریخی رو باید آماده بکنن، زمینه هایی که هست براش آماده بشه. یک مسیر طولانی است و خب تا الان که پیش رفته ظاهرا همکاری ها خوب بوده و تاثیرگذار هست تا حالا. حالا تا بعد ببینید یواش یواش اوضاع به چه شکل پیش میره و چطوری کار ادامه پیدا میکنه. ولی خب این اول همین کارگاهی هم که برگزار شده، این کارگاه در واقع آماده سازی هست برای اینکه یک سری گروه ها و تیم هایی رو آماده بکنن که اینها یاد بگیرن و بدونن چه کارهایی باید انجام بشه که این مسیر به اون مرحله برسه که حالا با اون معیارهایی که تو یونسکو هست آماده بشه که برای ثبت مراحل بعدیش پیش بره.